هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون سیمای باختر سلام تقدیم میکنم. در راستای گزارش های از افغانستان مسافرت به هرات داشتم و گزارش را از هرات تهیه کردم که با گزارش های گذشته کاملا فرق میکنه. در گزارشات گذشته راجع به مسائل دکتری تعلیم و تربیه بوده، راجع به مسائل بازسازی بوده، راجع به مسائل امنیتی بوده، راجع به مسائل شهرسازی پارکا بوده. اتفاقا من خیلی خوشحال هستم که در این گزارش میتونم یک از تحولات عظیم اقتصادی که کشور ما باید ایره در آغاز شروع میکرد و خوشبختانه تعداد از تجار ما خصوصا شرکت سوپر کلا که به جزئیات شرکت میپردازیم و معرفش هم میپردازیم سر آغاز یک حرکت را به وجود آوردن که این حرکت اگر بتانه که به عنوان یک مثال آغاز شده و تعدادی دنبال رو از این کار در ساحات مختلف افغانستان بشن ما در آینده نزدیک اقلا میتونیم یکی از نیازمندی های کشور خود را یا به حد بسیار پایین تقلیل بدیم یا کاملا او را برطرف بسازیم. من فعلا در شهرک صنعتی ولایت هرات که شرکت سوپر کلا است واقع استم که بعدا به تاسیسات تکنیکی میپردازیم که از تمام استانداردهای بین‌المللی برخوردار است. فعلا با مدیر عامل شرکت آقای لطیف قناویزیان صحبت میکنم. آقای قناویزیان اولا لطفا بگوین که انگیزه شما برای ایجاد همچون شرکتی در ولایت هرات چی بوده؟ به نام خداوند بخشاینده مهربان. فقط انگیزی ما در قدم اول احساس وطن دوستی ما است که ما احساس وطن دوستی که ما به یه وطن خود داریم و بعد از او در قدم دوم ما خواستیم که از این سرمایه که داریم که بتونیم ایر به اختیار هموطنان عزیز خود قرار بدیم که بتونن هموطنان ما از این فایده از این بتونن اینا شریک باشن به فایده از این. خب میتونم بگیم که شما از چند وقت میشه که شروع کردین و چی چیزهایی را فعلا تولید میکنیم؟ ما از حدودا تقریبا 5 ماه است که ما تولیدات شروع کردیم که در قدم اول توانستیم نوشابه پیت 1.5 لیتر ما تولید کنیم و تقریبا 1 ماه میشه نوشابه 300 سی‌سی تولید میکنیم که در آینده 10 روز تا 15 روز دیگه هم آب معدنی و یک خط دوغر داریم که ما تولید میکنیم و در آینده نزدیک انشاءالله تا چند ماه دیگه هم بتونیم ما خط لبنیات خورم جگاه را میدازیم. بگوید که از وقت شروع تولیدات شما قبلا از کشورهای همسایه هم تولیدات میشد، آیا با تولیدات شما و مرغوب بودن نوشابه که شما اینجا تولید میکنین صادرات واردات کشورهای همسایه کمتر رسیده و آیا شما میتونیم از لحاظ کیفیتش و از لحاظ مزهش بتونیم با کشورهای همسایه رقابت بکنیم؟ ما این فابریکه که نگاه اداز کردیم تمام ماشین آلات از کشور آلمان، امریکا و جمهوری اسلامی ایران، ایتالیا ما وارد کردیم و مواد اولی از این که اصاره از این هست از جرمنی ما وارد میکنیم، وارد کشور میکنیم. کیفیت نوشابه ما الحمدلله بسیار خوبه و طرف مردم ما هم بسیار نوشابه ما استقبال شده. ما توانستیم در طول 6 ماه صادر جلو واردات رو بگیریم بدون از اینکه دولت کمک بکنه و ما نوشابه جلو واردات از 100% تمانستیم به 20% برسونیم. لطفا بگوییم که در حال حاضر شما چقدر کارگر دارین؟ یکی سوال رو به تقریب ازید بگوییم که تولیدات شما با کدام قسمت های از افغانستان میره؟ ما برای فعلا 120 نفر کارگر داریم، کارگر ساده و مهندسین داریم 120 نفر کار میکنن به طور مستقیم و 150 نفر هم به طور غیر مستقیم در این فابریکه کار میکنن و این فابریکه ما در تمام ولایات افغانستان دارای نمایندگی های فعال میباشن. یعنی شما یک تاسیسات بسیار وسیع ترانسپورتی باید در اختیار داشته باشین که تا این نوشابه های بسیار سنگین بتونه به نقاط مختلف افغانستان برسونه؟ چرا داره، ما تو از خود این شرکت ما ترانسپورت فعال بارگیری داریم که نوشابه ها رو به سر تا سر افغانستان برسونه. آیا تا حال صحبت از این شده که بعد از نوشابه شما به کشورهای همسایه هم برنامه نمونه بره، یعنی کشورهای همسایه هم از وجود تولیدات این نوشیدنی در هرات اطلاع دارن؟
کشورهای همسایه ما از این اطلاع دارن و نوشابه ما هم که میره و به اندازه مصرف یک فامیلا میان میگیرن و میبرن ولی دوله و به پاکستان و ایران اینا برای که خود از اینایی تولید نوشابه دارن اجازه نمیدن برای ما که ما تولیدات خود بجگاه رو بانیم. معمولا شرکت های خصوصی که دست به همچه ابتکارهایی میزنن در اول یک مشکل دارن که از دولت میخواین که جلو همو امکانات و همو نیازمندی های کنون میتونن رفع بکنن اقلا جلوش گرفته بشه از طریق گمرکات زیادتر، مالیات زیادتر. من فکر میکنم که این موضوع اصلا هیچ لزومی نداشته چون شما با قیمتی که عرضه میکنین و با مرغوب بودن و مزدار بودن نوشابه که شما عرضه میکنین خود از این اتومات جلو آوردن نوشابه های خارج گرفته. بله امیر رقم گرفته ولی ما برای رشد کار خود از دولت خود توقع داریم که بیایه یا جلو نوشابه که از خارج میه بگیره و یا یک تعرفه حمایتی بسته کنه گمرکاتی رو به گمرکات بتانم ما جنس که از خارج میه اونا بتانم محصول و ملی از اون بالا ببرم اینا که ما بتانیم بیشتر اما بهترتر بتانیم به خدمت هموطنان خود باشیم. من در مدت اقامت دو ماهی که مثلا در ایالات هستم البته از این نوشابه استفاده میکردم ولی اول خبر نداشتم که واقعا این خود محصول ایرات است و بعدم که متوجه شدم در بین دکاندارها و بین مردم شهر یک علاقی هم به مصرف از یه احساس یک اندازه غرور میکنن که ما اقلا هم یک چیز را توانستیم که در خود ایرات تولید بشه و ما بتانیم که از محصولات ایرات استفاده بکنیم. آیا خبر این پشتیبانی مردمی برای شما میرسه میشنه این از طرف طرف؟ بله ما از مردم خود تشکر میکنیم و نمیه که ما به پاس استقبال گرم هم و تنان خود ما توانستیم برای مردم خود جوایز ارزنده برای مردم خود برای درب نوشابا ما گذاشتیم که 20 دستگاه موتر تویتا کرولا گذاشتیم و 20 سفر عزینی 20 سفر حج گذاشتیم موتورسیکل گذاشتیم 200 دونه بایسکل گذاشتیم برای هموطنان خود به یه سبهنی نوری که اینا بطان علی نوشابه ما بطان علی جواز ما اینا استفاده یعنی مصرف کنندگان شما میتونن با جمع کردن یا سر شیشه یا امیر لطفا توضیح بدین یا کدام قسمتش که میتونن بعدا جوایزی که توضیح میشه باید بین مصرف کنندگان اگر جوایزی برر میشه به چی ترتیب اینا اگر بیتر اگر لطفا اگر کتا فقط به برای درب نوشابه ها عکس موتر هست عکس بایسکل عکس موتورسیکل نام خود سوپرکولا که جوایز همین از اینی حج و درب نوشابه هست وقتی این درب پیدا کردن مصرف کننده میتونه بیاد تمام نمایندگی ها در تمام ولایات کشور میتونه اون رو بده به نمایندگی ها موتر خور یا موتورسیکل که داره تسلیم شه. خب یک سوال دیگه از جایی که من از تمام تاسیسات فیلم برداری نکردم ولی وقتی که داخل شدم میبینم که استانداردهای بین المللی واقعا ساختمان و خصوصیاتی که ما در صحن شرکت میبینم آیا شما به این فکرم شدیم که یک امتیاز به کارمندا بدین که یک تقویت روحی برشان بشه از قبیل امکانات بیداشتی یا این که اقلا برشان نان تهیه کنین چون فاصله از شهر بیره آیا این خدمات اجتماعی رو برای کارمندان خود در نظر گرفتین؟ بله ما برای تمام کارمندای که داریم جگا برای امر و نقل برای انتقال دادن از اینا ما سرویس گذاشتیم ترانسپورت داریم برای انتقال دادن از اینا و در قسمت قضا از اینا ما یک رستوران تینجگاه داریم که هر کارگر از پشت دسکاف و پشت ماشین خود که میایه وقت زور میشه میایه داخل رستوران منظم میشینه قضا خور میخوره بهترین قضا هر زور برای از اینا متنوع هفته بعد به روی یک چه داریم ما برای یومیه قضا از اینا تعیین میشه این روز چی بخوریم، سبا چی بخوریم، پس فردا چی بخوریم، ما تعیین کنیم علاقای قضا کل سطح بالا یا قضا خدا نزیم. خب من فکر میکنم که قسمت اساسی صحبت هایی که باید انجام میشد من تانستم در این قسمت تهیه بکنم. کوشش میکنم که نگفته نمانه که ما در هفته قبل از انتخابات پارلمانی هستیم که امروز مصادف است با 14 یا 15 سپتامبر. سر روز قبل آقای کرزی هم مسافرت به ایران داشتن و یکی از انگیزه های زنا برای زیدی بود که بتونن تجار ملی را تشویق کنن برای همچو تولیداتی که در سطح تمام ولایت باشه که هم تجار بتونن که استفاده برای خود داشته باشن و هم چنین بتونن که یک تعداد اشخاص را یا وطدارهای خود مصرف بکار بگمارن. فکر میکنم که در دورد گذشته آقای کرزی اینجا آمده بودن بتونن راجع به مسافرت شنن اگر توضیحات بدن.
جناب آقای کرزه وقت زمانی که برای فابریکی ما آمدم به سر ما منت گذاشتن، آمدم لطف کردم، زحمت کشیدم، احساس مادی احساس از اینا بسیار تشکر میکنم که وظیفه خودی نیستم آمدن به این فابریکه از ما سر زدن، اینا از تولیدات ما آمدن دیدم و از ما تشکر کردن. یعنی واقعا دیدن که ما یک نوشابه که دیگه تولید میکنیم به دست از هموطنان خود را بدیم، یک نوشابه استاندارد. در قدم از اون مسئله بهداشت از اینه آمدن، حالت بهداشت از ما دیدم اینا و از ما بسیار خود جناب شخص کرزی سیوان از ما تشکری کردن و از ما قول گرفتن که به می کیفیتی که هست شما این نگاه داریم. ما هم برای جناب رئیس جمهور صاحب این قول دادیم که حتما گفتیم ما کیفیت خود از انشاءالله روز بروز کیفیت ما بهتر میشه، نه که به این تربیه. به اونا هم قول دادن گفتم ما از شما حمایت میکنیم. که میتونم بگی که آقای کرزی در فابریک شما معمولا از کدام نوشابه اول امتحان کردن؟ از این نوشابه پرتقلی ما خوردن. من یک سوال دیگه داشتم. وقتی که من داخل معبد شدم گمان کنم یکی دو تا از دکترها رو دیدم که وارد شدن. میتونم بگم که آیا از بیداشتی کارمندایی که اینجا کار میکنن کدام دکتری رو میبینه یا چطور امی مسائل بیداشتی روزانه رو شما برای آغاز کار، چون یک کاری است که مواد غذایی است و مواد نوشیدنی است، این مستلزم است که یک سلسله کنترل هم باشه. اگر بتونم صحبت کنم. ما به این بخش فابریکی سوپرکولا دو تا آزمایشگاه داریم، یک آزمایشگاه میکروبی داریم، یک آزمایشگاه شیمی داریم. این نیاز به کی داره؟ به دکتر داره. ما دو تا دکتر داریم، به جگاه وظیفه دارن، معاش میکنن که جگاه کار میکنن و پلیو از اینکه کار میکنن و از وضع سعی توم و کارمندا و هم کسه اینا باخبرن. اگه کدام کسی از اینا مریض میشن بازم نسخه بری از اون میده اینا رو تحت تدبیر خود قرار میدن. خب همتون عزیز، من فکر میکنم که یک قسمت زیادتر صحبت‌ها رو ما انجام دادیم. من کوشش میکنم که فعلا از بخش‌های از داخل فابریکه بتونم خودم فیلم برداری بکنم، یک تعداد فیلم هایم شاید بعدا اگر امکانش باشه بعد اساسا بگذارم که من بتونم یک گزارش واقعا وسیره برای تشویق و برای به اصطلاح همتون عزیز خود در خارج هم بگم که کسانی هستن در افغانستان که با تقویه شدن اقتصاد ملی کشور شروع کردن، آغاز کردن و این خوشخبری میتونه که به اصطلاح یک آغاز یک صحبتی رو در کشورهای اروپایی برای بندازه و این فیلم بتونه که در کشورهای دیگه هم بتونه ما در تلویزیون‌های محلی که دارن نشان بدن، تا اینکه واقعا امکانات کار با استانداردهای بین المللی هنوز هم موثر است. چون کسانی ندیدن شاید برایشان بعید باشه. امیدوار هستم که این فیلم بتونه در مرحله اول معرفی یکی از شرکت‌های مواد غذایی یا نوشابه باشه که همتون ما در خارج از کشور توجه رو جلب بکنه. من قسمت صحبت یعنی قسمت مصاحبه رو با مدیر شرکت خاتمه میدم. صحبت های دیگه هم کش میکنم که در داخل فابریکه و در تولیدات و صنایع دیگه خدمت شما همتون عزیز تقدیم بکنم. از شما به قسمت تشکر میکنم، همچنان از شما آقای فرازیان که وقت دادن و فاصله از شهر آمدیم اینجا تانستیم که این خبر خوش ره که شما واقعا قدم آغاز زیر گذاشتین برای همتونان ما در بیرون از کشور هم ارائه بکنید. تشکر از تشکر از شما. Thank you.
شیوه بشینم بفرمان شما که مسئول این بخش هستین اگر توجه بدین که این بخش چی کار انجام میده و خود شما مسئول کدام بخش هستین؟ نصد مسئول آزمایشگاه شکر سطور پول هستم و تمام کنترل کیفیت محصولات ما در آزمایشگاه معلوم میشه ما مقدار درصد شکر، درصد گاز، حجم اسیدیته، مقدار اسیدیتی کلا در این چی میشه و آزمایش های شیمیایی از آب ما سختی آب میبینیم و مقدار درصد املاح که در آب و ترستد واتر داریم از بویلر داریم از این ما میاییم نمونه برداری میکنیم که بویلر ما کدام مشکل نمیشه باشه و اینا همه که کنون شد بعد از میرسیم به آزمایشات میکروبی ما از تمام مسیل های که شربت در رفته و از آب بعد از تصویر ما آب خون از داخل بطری ها بعد از تولید و کلا از تمام جاها ما نمونه برداری میکنیم کشت میکروبی میکنیم و کدام میکروب ما داخل محصولات خونه داشته باشه میتونم بگن همه وسیله که همینجی داریم و فیلن جریانی که در اونجا هست این برای چی منجده هست؟ ما این آزمایش به حساب اسیدیته ما فعلا گاز از این نشابه میدیم در این آزمایش که ما میکنیم مگر باید نشابه ما گاز نداشته باشه هیچ گاز نداشته گاز بندازه نشابه بندازه باشه ما گاز از این میگیریم فقط این اسید ما میگیریم که چقدر اسید داره چون خود گاز محیط اسیدی داره بعد گاز کاملا از نشابه خارج شد که فقط اسیدی که داخل شربت هست اون ما معلوم کنیم ولی میزان اندازه گیری باز باز ما دستگاه دیگه دارم که از استفاده میکنم بلا می باز 100 سی سی آب مقطع هم به این شکل که ما بگیم 10 سی سی از داخل از این نقطه میشه داخل از این دستگاه این با این معلول سود یک دوام ما تیت میکنیم باز یک فرمول داره که که قضی فرمول ما مقدار اسیدیته در 100 سی سی رو به دست کنیم خمسیات شکر از این سنوات یعنی میتونه که بسنوات گزارش باشه از کیفیت و از استانداردهای بین المللی که حتی در یکی از ولایت دورافتاده افغانستان هم کسانی هستند که این خصوصیات و این موضوعاتی که راجع به بهداشت است راجع به موادی که در داخل از این خصوصیاتی که فعلا مسئول بخش گفتن یعنی برادران ما متوجه باشن که یک شرکت تولیدی همون خصوصیاتی که لازم باید باشه اقلا اینا از سطح افغانستان هم بلندتر انجام بدن و ما اینجا یک چیز دیگره میخواییم نشان بدیم که لطفا توضیح بدیم که شما مشغول چی کاری هستیم در این قسمت هم که هستیم تستر گاز که ما توسط تحلیل دستگاه مقدار حجم گاز داخل بطری خود اندازه گیر میکنیم یعنی چی دو تکان میدیم که تکان میدیم بعد یک اندازه برای تا دست مصرف کننده مرسه یک افت امکان داره دیشته باشه ما از حدید قسمت یا خود چه داره بود یا قسمت بریکم ما این هم حساب میکنیم بعد از اون طبق استاندارد جرمنی که ما داریم طبق از اون نعیار میکنیم بعد از ما به بازار توزیم میکنیم و اندازه ولیم تیمپرچر و خود پرزنگار یا پریجر که هست اینا ما از روی عدی تنظیم میکنیم بدیم و این وسیله ها سالم وسیله دستی دیشیم و فعلا بعد از این وسیله جاپنی فعلا داره ما بودن که علی استفاده میکنم صد شکر باشه من این ما از آب خام چاه استفاده میکنیم که او آب هم بعد ما نمونه برداری میکنیم که کدام میکروبی نداشته باشه و باز هم میاریم از یا بعدی مثل میای داخل از این تانک ما به داخل از این توسط کلور اولا آب ضد عفونی میکنیم توسط سولفات اون قسمت ما منبعی داریم که پمپای میشه داخل از اینا توسط سولفات املاح تنشین میکنیم و توسط آهک ما قلیایی از آب خور میبریم بالا القلی میسازیم آب از حالت اسیدی اگه باشه بیرون میکنیم که قلیایی باشه میای از این که واکنش انجام شد میای داخل فیلتر شینی از فیلتر شینی که کلن آهک و سولفات داخل از گرفته میشه و فیلتر شینی نمیتونه کلور رو بگیره پس ما این یک فیلتر کربونی گذاشتیم که توسط فیلتر کربونی ما کلور موجود در آب میگیریم و یک آب تصفیه شده خوب برای ما میره که در این قسمت ما فیلتر شیشه هم داریم که کدوم
اجسامی دیشته باشید معلوم میشه و باز هم به خاطر از اینکه آب ما کاملا استاندارد بین المللی خود بگیره دوباره میای آب داخل این قسمت این دستگاه به اسم فیلتر پولیشره. این فیلتر سوراخ‌های 5 میلی میکرونه که بسیار سوراخ‌های دیگه خود از این میکروبا رو میگیره و باز هم به خاطر از اینکه اطمینان 100% برای ما بده باز یه توسط وسیله به اسم لامپ یووی یا اولترا ویولت اشعه ماورای بنفشه که کلا ضد عفونی میکنه و برای این لامپ وظیفه اینه که اگر کدام میکروب داخل آب تصفیه شده باشه کلا از بین میبره و نابود میسازه. بعد از این قسمت دیگه ما میدیم به قسمت تولید و شربسازی که این آب ما انشاءالله پاک و هیچ نوع آلایندگی ما در این آب خونه داره و میتونیم به خیال راحت بدیم به خط تولید. این اتاق ما اتاق کشت میکروبیه یا کلچر روم. ما داخل از این اتاق یک اتاق مسئله یک دریافت که بعد نه هیچ نوع باکتری عوضی داخل از سرعت نکنه که کشتای میکروبی که ما انجام بدیم صحیح جواب بده. این اتاق توسط لامپ یووی استریل میشه و توسط الکل هم ما دیوارا و کاملا صرف و پایین هم استریل میکنیم. بعد از اون ما توسط قلیتا خون میدیم که کشت میکروبی میکنیم و هم این کشتای ما در یخچال میگرداری میشه. این شکل است. ما چند محیط کشت داریم. این اورنج سرم آگار یا باکتری های اسیدیوس که در نوشابه ها بیشتر پیدا میشه و در محیط های اسیدی بیشتر دیده میشه و ما این را داخل یخچال نگهداری میکنیم. هر زمان که خواستیم کشت نمیتونه میکنیم توسط بینمهری دوباره به شکل مایع در میاریم و کشت میکنیم. بعض نمونه هایی که نمونه های آب از داخل شهر به ما رو ببینن ما کشت میکروبی کردیم که متاسفانه صحیح جواب داده. یک نوع قارچ های به این شکل ما داخل کشت میکروبی خودشتیم که بعدا گزارش با رسانی داده شد که در زمینه مسیر ها خواهی نارینا شستشو کنن توسط کلو. یک نمونه دیگه هم داشتیم این هست یک قارچه که این هم در یک نمونه که از شهر آورده بیدن برای ما گزارش بعدا برنا بدن که همچون آزمایشگاه در سطح افغانستان فعلا ما نداریم و کشت ها هم که میکنیم بی نظیر. این هم یک نوع قارچه یا از خانواده قمچین داران این که دارای مجرد می باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قادر افشار هستم شهرساز شرکت نوشابه سپکتا. داری بگیریم که ما قسمت آنو گرد می کنیم یعنی خود دستگاه دستگاه پاسوریتی این دستگاه ما 80 دقیقه بودیم گرما بگیم دوباره 80 دقیقه گرما بگیم بعد خود سریزه میکنیم بعد از سرکیز میکردن دستگاه کاملا زده و کنی چون در بکنی از بینر کشو شد و شربت که از این قسمت در تانک اول شربت آماده میشه. پس از اون بعد از اون هم بریو درمان میدیم که شربت ما حل شد. بعد از اون مسیر فیلترا عبور میکنه و تمام اجسام خارجی از اون گرفته میشه. بعد میاد به این قسمت میاد از این که وقتی که آب کاملا سریزه کرده آب بیرون نریزیم و شربت در این قسمت شربت آماده شده میاد یه داخل از این و ما در اینجا 80 درجه بده بره از گرما میدیم و اگر شد که 60 درجه بده از اون میدیم چطور با دستگاه دستگاه چیده رو کنند اینجا تا چیده سرد کننده ایچی کنند دوباره ما وارد پاستور میشه محصول ما و شربت ما 80 درجه در این قسمت گرما میخوره و در این قسمت سرما رو کنند یعنی یخ میشه این شربت ما آماده میشه یک شد که 60 درجه میخوره و تمام این میکروب از این میکروب که در گرما هستن و طاقت دارن کشته میشه میکروب هایی که یک اندازه پایین هسته بری و سرما داده میشه یخ میده و بعد میکروب های کشته میشه و کاملا زده و فونی شده و میکروب های کشته شده و میتونستیم به داخل تانک ذخیره. Thank you.
خزانی قسمت خرد یک مواد پلاستیکی بالاخره یک شیشه نشه که یک نیم لیتر نوشیدنی در خود جای نده. لطفا بفرمایید این قسمت تاسیساتی که نو شروع میشه برای ساختن برای چه نوع نوشیدنی است؟ این بخش متاسه برای آب معدنی و چیز وقت شیر مانه و لبنیات بقیه مانده لبنیات کرد. یعنی دوغ هم میخواین اینجا درست کنیم؟ دوغ هم اینجا درست میکنیم، خامه هم اینجا درست میکنیم، ماست هم اینجا بسمینی بشه درست میشه. یعنی چی وقت امکان داره که آغاز فعالیت بکنه؟ تا سه ماه دیگه ای آغاز به کار میکنیم. خب این خبر نوید نوی بود که در پهلوی نوشابه ها لبنیات و دوغ و آب معدنی هم گازدار هم بدون گازدار تا ای که بتونه ایراد دیگه به اصطلاح خودکفا شده و اگر خارجی هم که اینجا هر نوع آبی که در جا و منطقهشون پیدا میشه اینجا هم بتونه که پیدا بکنه. از جایی که آسایش و رفاه کارگران در سر لوحه شرکت هست، ما خواستیم که اتاق نانخوری یا به اصطلاح کانتین دینار نشان بدیم که با آشپزخانه بسیار مجهز بدون از اینکه پول بدن هر روز نان از اینا گوشت و برنج و صبحانه مرتب نوبت میان نان میخورن و چای میخورن، حتی تمام امکانات تسلی هوا به تابستان سردی و به زمستان گرمی که بتونن چند لحظات رو که اینجا میگذرنن آرام باشن. خواستم که ایران نشان بدم تا امتران ما ببینن که برای تهیه همچو شرکت وسیع او امکاناتی که در خور و در خصوصیت افغانستان برابر است، من فکر میکنم یک اندازه زیادتر اینجا در نظر گرفته شده تا ای که بتونه یک شرکت بسیار مهم غذایی یا نشابی که اطلاعات صحیحی میتونه رو امده در بین جامعه داشته باشه، حتی به این چیزایی که شاید در بعد جا فکر کنگی جوزیست در ولایت هرات به این خصوصیات هم فکر شد. Thank you.
تصاویری که فعلا از نظر شما میگذره در پشت بام شرکت تولیدات سوپر کولاس که این منطقه یک منطقه بسیار وسیع است که به نام شهرک صنعتی یاد میشه و اکثرا تأسیساتی که شما میبینین فابریکات کوچک و متوسطی است که به تولیدات لبنیات و بعضی مسائل دیگه. فعلا شنیدم که یک کارخانه است که فقط چندین نوع میخ تولید میکنه که ما در افغانستان به شوخی میگفتن که حتی ما میخ از خارج میاریم، ما میتونیم تا شوخی بکنیم فلان که فلان میخ در خود افغانستان و در غرب افغانستان تولید میشه دیگه. تأسیساتی که شما در کنار کو میبینین هم تأسیسات بسیار ثقیلی است که من هنوز به اونجا نرفتم. اونجا شرکت گچ است که گچ درست میکنن و روغن است که روغن مایر درست میکنن و فکر میکنم که خیلی تأسیسات دیگه باشه که هنوز من متاسفانه نتونستم آشنا پیدا کنم. خلاصه اکثریت تجار ملی ما به قسمت آمدن جای در اختیار دارن و به تولیدات خود آغاز کردن. این هم میتونه به اصطلاح تصویری باشه از فعالیت تجار ملی و جرأت تجار ملی که توانستن در ولایت هرات و حتی سایر ولایات افغانستان دست به ابتکاراتی بزنن که هم خودشان سودی بردارن و هم مردم بتونن که از تولیدات ازی استفاده بکنن و با کار گماشته شوند.